کار یکی از معادلاتی که خیلی زیاد توی فیزیک دوره دبیرستان با اون سر و کار دارید قراره توی این ویدیو یاد بگیری که چجوری از روی مفهوم کار معادله اون را استخراج کنی و دیگه هیچ نیازی نداشته باشی که معادله کار رو حفظ بکنی پس حتما تو ادامه ویدیو با من همراه باش برو بریم هی hey گایز what's up امیدوارم که خوب خوش سلامت باشید خیلی خوش به کانال خودتون اکتیو دی واسه با یه ویدیوی جذاب دیگه رسیدیم خدمتتون ها توی این ویدیو قرار برای شما توضیح بدم که چه جوری از روی مفهوم کار معادله اون رو استخراج کنید و دیگه هیچ نیازی نداشته باشید که بخواید معادلات رو حفظ کنید البته این باره یه دونه پلی برای شما میاد که تا قبل از معادله کار هر معادله‌ای که توی کتاب فیزیکتون بوده رو براتون آموزش دادم چجوری از روی مفهومش معادلش رو استخراج کنید و البته قرار این پلیلیست پر بشه از همین قبیل ویدیوها و هر سه تا کتاب دوره دبیرستان رو پوشش بدیم و شما دیگه نیاز نداشته باشی هیچ معادله‌ای رو حفظ کنی فقط کافیه با من همراه شیم مفاهیم رو یاد بگیری از روی مفاهیم معادله استخراج کنی به همین راحتی پس بریم بپردازیم به این ویدیو بچه ها گفتم که قرار راجع به کار صحبت کنیم خب من اینجا مفهوم کار رو به شما میگم و شما میبینید که چقدر راحت میشه از روی مفهوم معادله کشید بیرون بچه ها کار رو ما چی تعریف میکنیم؟ کار رو ما به این شکل تعریف کردیم که در واقع وقتی که ما یک نیرویی رو صرف انجام یک فعلی میکنیم وقتی یک نیرویی به یک نقطه اثری وارد میشه حالا اون نقطه اثر میتونه یک جسمی باشه که ما داریم اون رو هل میدیم جابجا جا بکنیم اون نقطه اثر میتونه یک توپی باشه که ما داریم شوتش میکنیم اون نقطه اثر میتونه یک لیوان آبی باشه که ما اون رو بر میداریم و یا هر چیز دیگه حالا وقتی ما یک نیرویی رو به یک نقطه اثری وارد میکنیم که اون نیروی وارده باعث جابجایی در اون جسمی میشه که ما بهش نیرو وارد کردیم اوکی پس ما یک نیروی رو به یک جسمی وارد میکنیم اون نیرو باعث جابجایی در جسم میشه چنانچه چنانچه نیروی شما و جهت جابجایی همراستا باشن در واقع جا جایی اون جسم در راستای وارد شدن نیرو به جسم باشه در راستای اثر نیرو به جسم باشه اینجاست که ما میگیم یک کاری روی جسم شکل گرفته پس چه زمانی روی جسم کار شکل میگیره وقتی که من به اون جسم یک نیرو وارد کنم به عنوان مثال یک بسته ای دارم یک جعبه ای دارم که میخوام اون رو جابجا جا کنم وقتی من میام به اون جعبه نیرو وارد میکنم تا اون رو جابجا جا کنم اگر اگر جابجایی جعبه در راستا و در جهت وارد شدن نیرویی بود که من به اون وارد کردم بیشتر واسه من مهم راستاشه اگر جهت در راستای وارد شدن نیرو بود و در جهت نیرو بود راستای جابجایی اون جعبه و اون جسم حالا میتونم بگم کار انجام شده پس من اینجا سه تا عامل مؤثر رو توی همین جمله به تو معرفی کردم گفتم اگر من به جسم نیرو وارد کنم نیرو F اگر اون جسم جابجا جا بشه و جابجاییش در راستای وارد شدن نیرو به جسم باشه پس جابجایی یا دی در راستا و همجهت با جابجایی در واقع جابجایی هم راستا و همجهت با وارد شدن نیرو باشه پس زاویه تتا هم مؤثره حالا میتونم بگم کار شکل گرفته پس معادله کار شد چی کار رو با W نشون میدیم ورک واژه انگلیسی کار هست و W از ورک گرفته میشه دبلیو یا کار معادل میشه با F نیرویی که دارم به جسم اعمال میکنم در دی فاصله ای که جسم داره در واقع طی اون جابجا جا میشه و کوسینوس تتا کوسینوس اون زاویه ای که ما بینه بردار جابجایی و بردار وارد شدن نیرو هست چرا که میدونم هم جابجایی کمیت برداریه و هم نیروی کمیت برداریه تتا زاویه ما بین این دو برداره و زمانی من کار دارم زمانی مفهوم کار در واقع شکل میگیره و مطرح میشه که نیروی وارد به جسم سبب یک جابجایی در جسم بشه که اون جابجایی در راستای وارد شدن نیرو به جسم باشه یعنی چی واضحترش اینه که اگر من در این راستا به یک جسمی نیرو وارد کردم که اون را جابجا جا کنم اما جسم من به سمت بالا جابجا جا شد حالا بنا به هر دلیلی شاید یک نیروی سالسی به اون وارد بشه یا هر چیز دیگه ای اما جسم در راستایی که من بهش نیرو وارد کردم جابجا جا نشده دقیقا عمود بر اون جابجا جا شده اینجا کاری شکل نگرفته چرا چون من میدونم که کوسینوس زاویه 90 درجه میشه صفر پس عملا دبلیوی من میشه صفر پس هیچ کاری شکل نگرفته و به همین راحتی ما از روی مفهوم کار معادله کار رو استخراج کردیم و شما دیگه اصلا نیاز نداری بخوای معادله رو حفظ بکنی امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی پس اگر اون رو دوست داشتی اگر محتواش برات مفید بود حتما این ویدیو رو برای رفقات شیر کن توی گروه کلاسیک با دوستات به اشتراک بذار بذار اونا هم بیان و یاد بگیرم و لذت ببرن از فیزیک و البته ویدیو رو لایک کن چنل رو سابسکرایب کن زنگوله بغلش رو فعال کن برای گزینه آل قرار بده که مبادا سابسکرایبت غیر فعال بشه کامنت یادتون نره خیلی دوستتون داریم تا ویدیوی دیگه یا علی